با نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز پنجشنبه 3 عقرب 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 اکتبر سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. خواست اعضای بریکس از حکومت سرپرست. این سازمان خواهان تأمین حقوق اساسی مردم و رفع محدودیت تحصیلی دختران شده است. دیپلماسی کامیاب، نتیجه تحمل در سیاست خارجی. امیرخان متقی کامیابی دیپلماسی را نتیجه تحمل و مشوره در سیاست خارجی می خواند. و کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن در حمله مسلحانه در ترکیه. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. سازمان بریکس خواهان اقدامات عملی و آشکار حکومت سرپرست در مقابل تروریسم و مواد مخدر شده است. اعضای این سازمان در یک اعلامیه با حمایت از توافق صلح‌آمیز در افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های تحصیلی دختران و تأمین حقوق بنیادی اقلیت‌ها شده است. از سوی دیگر امارت اسلامی امنیت و ثبات در افغانستان را برای ثبات منطقه مهم خوانده و خواهان گسترش روابط و حضور نماینده خود در نشست آینده این سازمان شده است. نشست سالانه سازمان بین‌المللی بریکس پس از بحث و گفتگو میان اعضای این سازمان یک اعلامیه مشترک را با نشر رسانده است. در این اعلامیه در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی روی موضوع افغانستان نیز اشاره شده است. اعضای این سازمان در یک اعلامیه با حمایت از توافق صلح‌آمیز در افغانستان خواهان اقدامات عملی و آشکار حکومت سرپرست در مقابل تروریسم و مواد مخدر شده است. در این اعلامیه همچنان بر استفاده نشدن خاک افغانستان علیه سایر کشورها نیز تاکید شده است. ما بار دیگر به ایجاد فوری توافق صلح‌آمیز در افغانستان تاکید میکنیم که با آن ثبات و امنیت منطقه تقویت شود. ما از افغانستان متحد، مستقل و صلح‌آمیز و مسئول از تروریسم، مواد مخدر و جنگ حمایت میکنیم. ما همچنان خواهان اقدامات بیشتر در افغانستان هستیم تا اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر این سازمان خواهان ارسال کمک‌های بشری به افغانستان و بر تأمین حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی تاکید نموده است. اعضای بریکس در اعلامیه مشترک خواهان رفع محدودیت‌های تحصیلی بر دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده اند. ما خواهان کمک‌های عاجل بشری بدون مانع با افغان‌ها هستیم و در کنار آن بر تأمین حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی تأکید داریم. از مقام‌های افغان می‌خواهیم تا محدودیت‌های وضع شده تحصیلی بر دختران بالاتر از صنف ششم دوباره تجدید نظر نماید. از سوی دیگر امارات اسلامی امنیت و ثبات در افغانستان را وابسته به امنیت و ثبات در منطقه خوانده و خواهان گسترش روابط و حضور با این سازمان شده است. معاون سخنگوی امارات اسلامی با اشاره به نقش افغانستان در اتصال اقتصاد منطقه از سازمان بریکس خواسته تا در نشست آینده به نماینده حکومت سرپرست اجازه حضور را بدهد. افغانستان موقعیت پو دنیا پسط افغانستان حیثیت دا خود به خود دیت جوړ ده. سته د افغانستان وساته، د متحد وساته، د امن وساته، د لپتنو وساته، د مخدره مواد وساته، د لپتنګر وساته، دا به خود به خود ترقی کوي، ځکه دا د شرایط دی ته اماده دي چې د سیمې د اقتصاد په مرکز بدل سي، د اتصال په مرکز بدل سي. افغانستان د سیمې د یو هیواد په توګه د بریکس سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پلوي کوي او دې ته هم په مثبت نظر ګوري چې افغانستان د بریکس سازمان د اجنډا او د بحث په محور کې ځای لري. د افغانستان اسلامي امارت د سیمې هیوادونو په همدې ته راګرځوي چې د افغانستان اقتصاد، آرامښت او ثبات په سیمه ییزه کچه ځانګړی اهمیت لري او د ټولو په ګټه ده. کارشناسان فعالیت تروریسم و استفاده نشدن خاک افغانستان در مقابل سایر کشورها را بخش از نگرانی کشورها میخوانند. آنان همچنان تأمین حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران را برای تضمین بقای حکومت و پیشرفت کشور حیاتی خوانده‌اند. دغه مسئله خو د دوی په قرارداد کې یو ماده داده چې افغانستان د نوري وادو پر ضد و نه کارول شي، یعنی تروریستان دلته ځای و نه نیسي او طالبان دې پرې نیږدي پر دې اخلي. نو ترڅو چې معلوم ده خپل د نننۍ حکومت هم
پر دی باندې تاکید کوي او وایي چې مونږ نه پریږدو چې د افغانستان د خاورو د نورو پر ضد وکارول شي. دا ډیره مهمه ده ځکه د غربي نړۍ تر څنګ اوس شرقي نړۍ هم د ده غږ په راپورته کولو کې په اسلامي امارت باندې غږ کړی دی. هیله دا دی چې اسلامي امارت اسلامي او افغاني اصولو ته په کتو سره په رعایت سره یې د نجونو مکتبونه خلاص کړي او تر څو پورې چې مونږ وکولی شو د نړیوالې ټولنې سره دوباره وصل شو او افغانستان د یوې تلپاتې صلح او ثبات په لور باندې حرکت وکړو. نشست امسال بریکس روز گذشته در شهر کازان روسیه به حضور 9 عضو دائمی و سرمنشی سازمان ملل آغاز شد و شماری از نماینده های کشورها و سازمان ها نیز در آن اشتراک داشته اند. این نشست امروز به پایان رسید. امیرخان متقی میگوید که در بخش سیاست خارجی در کنار مشوره از تحمل کار گرفتن و به پیش رفتن. او خطاب به فارغان دوره تخصصی انستیتوت دیپلماسی سپردن 40 نمایندگی سیاسی به حکومت سرپرست در سایر کشورها را نتیجه حوصله‌مندی در سیاست خارجی خوانده است. سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که بودجه کنونی افغانستان اکنون از عواید داخلی تمویل می شود و کارهای انجام شده در 30 سال گذشته را قابل مقایسه با 3 دهه گذشته نمی داند. لهغه ورسته چې موږ په سیاسي ډګر کې کار شروع کړی او په بهرني سیاست کې کوم قدمونه اخیستي دي په ډېره حوصله او په ډېرو مشورو اوساد الحمدلله د هیواد د نړۍ په بېلابېلو هیوادو کې 40 استازولۍ سفارتونه او کنسلګیرۍ دا اوس د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت په اطاعت کې دي او له دې ځای نه هدایات اخلي او کورسلی و سیاسی خدمتونه سر ترسی. نو همیشه باید تاسی لامدق و سنوی درسون و نداد سا اخیستی وی چه لحدب نبا نتیری خپل حدب تا بزان رسیه خو حدب تا پرسیدو که باید پلار که زن تا جنجالنا نجوڑه اویا پینزا اویا سلنا بودیجه لخارج تمویلی دا ننم سل پیسا دا بودیجه خپل دا او هغه کارونه په دې نظام کې الله تعالی توفیق را نصیب کو چې تر سره سو چې هغه په تیرو شلو دیرسو کلو کې نو تر سره سوي. زه خوشحاله یم چې تاسو غوندې ځوانان چې له دیني علومو فارغ دي یا له عصري علومو فارغ دي، پوهنتون نه فارغ دي، دوره حدیث نه فارغ دي، له هغه نه وروسته د ډیپلوماتیکو زده کړو دپاره تخصصي دورې پای ته رسوي. دا یقیني امارت اسلامی از سازمان بین المللی مهاجرت خواسته است تا مشکلات مهاجرین افغان را درک کند. مقام های بلندپایه حکومت از کشورها خواستند تا افغان ها را به زور از خاک خود اخراج نکنند. مسئولین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تاکید دارند که مافیای قاچاق انسان در کشور باید از بین برده شوند تا جوانان از مهاجرت به سایر کشورها دست بردارند. سیمینار از سوی وزارت مهاجرین تحت نام چالش‌ها و فرصت‌های مهاجرین برگزار شد. معاون سیاسی رئیس وزرا در این سیمینار که با حضور مسئولان نهادهای مختلف برگزار شد، از نهادهای بین‌المللی خواست تا به مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای دیگر توجه نمایند. او میگوید که امارت اسلامی در تلاش است تا پروژه‌های اقتصادی را در کشور افزایش دهد تا افغان‌ها نگران رفتن به کشورهای دیگر نباشند. د ګاونډیو ملکونو نه مننه او شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ مهاجرو افغانانو ته د استوګنو دپاره ځای ورکړی، وخت یې ورکړی. او هغه ادارې، سازمانونه چې د مهاجرینو په بخش کې کار کوي، له هغوی نه موږ غوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې دوی څومره همکاري په داخل د افغانستان کې کړې یا یې د مهاجرت په دیارو کې کړې ده، له هغوی نه موږ مننه کوو. خو د افغانستان د مشکلات د مهاجرین لا حل ندی، نو په داخل کې د افغانستان خلک چې د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کیږي د څه مشکلاتو په وجه باندې نړیوالې ادارې باید دې ته متوجه وي، همکاري ورسره وکوي.
در این حال مسئولان وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان میگوید که ده ها هزار مهاجر را با امکانات محدود به خوبی مدیریت کرده اند و از جامعه جهانی و تجاران میخواهند که در این زمینه به آنها کمک کنند. آنها میگویند که گروه ها و مافیاهای قاچاق انسان در کشور وجود دارند که افغان ها را به رفتن به کشورهای دیگر تشویق میکنند و آنان تاکید دارند که باید به این گروه ها برخورد جدی صورت گیرد. امارات په ډېر کم امکانات سره ملت د دې په ملاتړ ښه مدیریت وکړو د مهاجرینو سره. آینده هم موږ غواړو چې موږ سره ټول ملت خصوصاً هغه تجاران وروڼه په داخل په بهر کې او دلته څومره چې موږ افغانان دي د توان مطابق بیا د مهاجرینو سره مرسته وکړي او دلته یوه د قچاقبرې یوه د مافیاو ډاله نړیواله موجوده ده باید هغه په ټوله توان سره امارت او ملت کلک دا خلک ته سزا ورکړي تر څو چې نور ځوانان ونه غولوي او دا هغه په نورې لارې مندې ونه باسي. در این سمینار مشاور حقوقی وزارت معدن و پترولیم در رابطه به حقوق مهاجرین افغان توضیح داد که اخیراً حقوق بین‌المللی مهاجرین توسط کشورهای همسایه نقض شده است و در مورد دسترسی به حقوق اولیه، حق عدم اخراج اجباری، حق محکمه عادلانه و حق منع شکنجه بر اساس حقوق بین‌المللی مهاجرت توضیحات ارائه کرد. به اجباری روال د نشړل حق ده چې یو لړیر مهم مسائل څخه دا افغان مهاجرین کله کله په دې برخه کې له مشکل سره مخ کیږم. له تاسو تازه د ځینو پیښو شاهدانو چې یو شمیر هیوادونو سناسا افغانان په اجباري ډول باندې اخراج کړو افغانستان ته یې راوشړل، ګر چې د افغانستان د اسلامي امارت نهایي هدف بدای چې ټول افغانان په عزتمندانه ډول بیرته خپل هیواد ته رستانه کړي. خو دا چې اقتصادي شرایط، اجتماعي شرایط او اداري شرایط څه وخت آماده کیږي دا لږ وخت غواړي. نو د دې لپاره چې نهایي هدف ته په ښه شکل ورسیږو باید افغان مهاجرین تر ټولو لومړی له خپلو حقوقو نه هلته برخمن اوسیږي. در کنار این شمار دیگر از مسئولین وزارتها عامل اصلی مهاجرت با سایر کشورها را اشغال افغانستان یاد کرده اند و بار ملامتی این مسئله را بیشتر بر دوش جامعه جهانی انداخته اند. کارشناسان بین المللی خلیفه سراج الدین حقانی را طراح بزرگ جنگ و دیپلمات خوب در سیاست می خوانند. نیویورک تایمز سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله را پس از حاکمیت امارت اسلامی دیپلمات خوب یاد کرده است که به گفته این روزنامه پس از جنگ با آمریکا برای تعامل جهان با افغانستان و ثبات سیاسی و امنیتی تلاش نموده است. این روزنامه سراج الدین حقانی را مفکر بزرگ جنگ و در بخش دیپلماسی سیاستمدار خوب یاد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش تحلیلی را روی زندگی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و مبارزه 20 ساله او با آمریکا به نشر رسانده است. در این گزارش آمده است که پس از خروج آمریکا از افغانستان و حاکمیت امارت اسلامی، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله سیاستمدار خوب بوده است. در این گزارش گفته شده که سراج الدین حقانی بر گفتگو با مخالفین پیشین خود و ختم تروریسم در افغانستان تاکید داشته است. گزارش نشان می‌دهد که حقانی برای تعامل جهانی با چین، روسیه و شماری از کشورهای عربی همکاری مشترک را مهم خوانده است. جهاد 20 ساله با کامیابی با پیش بردیم. اکنون با جهان برای تعامل فصل جدید باز شده است و فصل خشونت و جنگ به پایان رسیده است. در این گزارش سراج الدین حقانی به شماری از خبرنگاران و مقام‌های خارجی گفته است که امارت اسلامی در میان خود اختلاف ندارد و حکومت آن بر اساس یک قانون و یک رهبر ایجاد شده است. این ادعاها حقیقت ندارد که گویا امارت اسلامی در میان خود اختلاف دارد. نظام ما بر اساس یک امیر و قانون ایجاد شده است. در این گزارش بخشی از مصاحبه سراج الدین حقانی با نیویورک تایمز گرفته شده است که امارت اسلامی بارها از امریکا خواهان مذاکرات شده اما واشنگتن رد کرده است. امریکا به ما گوش نمی داد و بر جنگ با ما تمرکز نموده بود. در این گزارش بر مبارزه 20 ساله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با امریکا اشاره شده است و برای پیدا کردن او از جایزه 10 میلیون دلاری امریکا نیز یادآوری شده و از او در این گزارش مفکر بزرگ جنگ در میدان جنگ یاد شده است.
ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه برای 84 تن از آمرین و مدیران این ریاست در 34 ولایت کشور سیمینار یک هفته ای ارتقای ظرفیت را برگزار کرده است. مسئولین میگویند که در جریان 3 سال گذشته حدود 150 اراده و سایت این ریاست را ترمیم و دوباره به بهره برداری سپردند. مقام ها میگویند که برای رسیدگی به حوادث و مهار آتش سوزی به بیش از 100 واسطه و وسایل نیاز دارند. ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه در 34 ولایت کشور برای 84 تن از آمرین و مدیران این ریاست سمینار یک هفتهی ارتقای ظرفیت را برگزار کرده است. به گفته آنان با این کار ظرفیت کارکنان این اداره افزایش خواهد یافت. مقام های ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه در این سمینار گفتند که در جریان 3 سال گذشته حدود 150 اراده و سایت این ریاست را ترمیم و دوباره به بهره برداری سپرده اند. ترمیم کردن بیشتر از 1.5 صد ارادجات موترهای اطفایوی که قیمت اندک آنها 2.5 صد دلار یا 300 هزار دلار یا 2.5 صد هزار دلار یا بالای از این تقریبا 800 هزار دلار یا 1 میلیون بود، لله الحمد به خرچ مصارف یا پیسه فوق‌العاده که از طرف مقامات امارت اسلامی افغانستان به کوشش شبروزی مقامات وزارت امور داخله لله الحمد به انجام رسید. مقام ها میگویند برای رسیدگی به موقع حوادث و مهارت آتش سوزی خواهان 120 اراده موتر از حکومت سرپرست شدند. آنان اطمینان میدهند که برای کارکنان و اداره های خود در ولایت ها در صدد افزایش تجهیزات و سهولت ها هستند. و انقریب پیشنهاد ما بوده 120 ارادجات تانکرا که باید بر ما خریداری شود. از مشرتابه مقام امارت اسلامی افغانستان متشکریم که 120 ارادجات را فعلا وعده کردن و حکم دادن، حکمشان قابل تطبیق رسیده فعلا در وزارت داخله که 60 ارادجات تانکر و هر کدامش 15000 لیتر آب را با خود حمل کرده و میتونه به یک منزلی برسه و اونا را نیز ما خریداری کرده رایستیم. مقام ها می گویند که بیشتر حوادث آتش سوزی به دلیل بی‌احتیاطی با مواد سوختی است و ساخت و ساز ساختمان ها بدون تجهیزات اطفایه یکی دیگر از عوامل آتش سوزی و عدم جلوگیری به موقع آن است. از سوی دیگر اشتراک کنندگان این سمینار را برای ارتقای ظرفیت مهم می خوانند و می گویند که بسیار چیزها را در این سمینار یاد گرفتند. خلی الله الحمد به دی سمینار که سمخت کم شیان و خودل سو که په آینده کې موږ ته دا شی مخته راځي، دا مشکلات مخته راځي، دې ته موږ د حل لاره پیدا کولای شو. هغه دې هفتوار سیمینار برکت و سی لله الحمد هغه څه مو پکې زده کړو چې مخکې موږ ورسره آشنا نه وو. قابل ذکر است که این سمینار یک هفته‌ای برای 84 تن از آمرین و مدیران این ریاست در ولایت‌ها به هدف ارتقای ظرفیت مسلکی آنان برگزار شده است که در آن برای اشتراک کنندگان مدیریت وقت، پلانسازی، گزارش دهی و هماهنگی و ارتباط آموزش داده شده است. در ولایت لغمان به ارزش 1.3 میلیون دلار برای مهاجرین خانه ساخته می شود. مسئولین ریاست امور مهاجرین این ولایت میگویند هزینه ساخت این خانه ها از سوی اداره UNHCR پرداخت می شود. مسئولین میگویند که با این کار مشکل بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان بیرون از کشور حل خواهد شد. قرغیو مرکز الینگار همدارنگ بدبخ ولسوالی که ده هغه رستن شو مهاجرین دپاره شلتر پروگرام جوړیږي چې هغه د پاکستان یا د ایران هیواد څخه رستن شوي دي او زمن کې داخلي بیزه شوي یا غاسی پزیره کورنۍ چې هغه په دغه ساحه کې وجود لري او د خلکو دپاره د یونیسیار موسسې لخوا نه چې فی کورنۍ ته 3300 دلار ورکول کیږي. موږ په نورو موسساتو هم او په دغه یونیسیار ملګرو باندې هم دغه کوو چې لغمان کې مهاجرین زیات دي، هغوی ضرورت زیات لري، نو دوی په دې سره کې نور مهاجرین سره نور کومک هم کوي. ډیر داسې خلک دي چې د سرپناه ته ضرورت لري چې باید ورته وشي او خوشحال خو په دې یم او ویاړم په دې چې خپل وطن کې خپل کور کې اوس زموږ د پښتنې څوک شته او موږ ته راځي د سرپناه زمینه برابروي. په اول قدم کې چې راغلو سرپناه نه وه، د اوبو مشکلو، د سرپناه مشکلو، د هر څه مشکلو. موږ اسلامي امارت نه مننه کوو او دا غوښتنه کوو چې دغه پروګرام لا وغځي چې نورو غریبو خلکو ته هم پکې یو سرپناه او یو د هغه ذریعه برابره سي. چې و اکنون همچند خبر از جهان.
در حمله بر شرکت صنایع هوایی ترکیه بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. وزیر امور داخلی این کشور گفته است که دو فرد مسلح در منطقه توساس در شهر انقره این کشور بر شرکت صنایع هوایی این کشور حمله کردند که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته او پلیس هر دو مهاجم را از بین برده است و تحقیقات درباره این حمله آغاز شده است. با این همه به شمول آمریکا شماری از کشورهای عضو ناتو و سرمنشی سازمان ملل این حمله را محکوم کرده است. تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ گروه مسلح بر عهده نگرفته است. در حملات تازه هوایی اسرائیل بر لبنان علاوه بر تلفات جانی شماری از ساختمان‌ها نیز ویران شدند. مقام‌های صحی لبنان گفتند که اسرائیل در جنوب این کشور حدود 20 حمله هوایی انجام داده که شماری از ساختمان‌ها را ویران نموده است. به گفته مقام‌های لبنان در این حمله علاوه بر 3 پلیس یک فرد ملکی نیز کشته شده است. از سوی دیگر رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در حملات اسرائیل بر شمال غزه در جریان 20 روز گذشته 770 تن شهید شدند و حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند. با آنکه سرمنشی سازمان ملل اسرائیل را به ایجاد بحران بشری در شمال غزه متهم کرده، اما وزیر خارجه آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه به اسرائیل سفر کرده است. و کره جنوبی میگوید که کره شمالی یک بالون کثافات را بر قصر ریاست جمهوری این کشور پرتاب کرده است. مقام های این کشور گفتند که کره شمالی برای دومین بار یک بالون مملو از کثافات را بر قصر ریاست جمهوری این کشور رها کرده است. به گفته مقام های کره جنوبی در پرتاب این بالون به کس آسیب نرسیده است. فعالان کره شمالی این کار دولتشان را مبارزه در مقابل تبلیغات منفی کره جنوبی خواندند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. الان نگهدار.